جناب حضرت والا. غرض از جلسه امروز تشویشی است که به جان همه ما افتاده. اعضای انجمن به شدت نگران دوسیه شازده ارسلان میرزای قوانلو هستند. اول، دستگاهی مخفی و معاند با ما پیدا شده با نفوذی در این حد که نسبت به فراری دادن شازده از محبس اقدام کرده. ثانی و مهمتر این که از طرف شخص شاهنشاه ملفوفه صادر شده برای آزادی بی قید و شرط شازده مذکور. به این دو قرینه بنده حقیر و باقی اعضا به شدت نگران عاقبت این دوسیه ایم. زنده باد حضرت والا. مقرر شده بود موضوع این جلسه انتخاب صدر اعظم جدید باشه. اعلی حضرت مظفرالدین شاه اراده کردن بر حذف منصب صدر اعظم. هر آن احتمال برکناری صدر اعظم وجود داره. روسیا هم که باید اعلام کنم به جای پرداختن به موضوعی که در آینده این انجمن بلاشک تأثیر گذاره، همه حواس و قوای ما مشغول رسیدگی به اون شازده بی لقب و منصب شده. زنده باد حضرت والا. شاهنشاه اراده کردن مملکت رو بدون اتابک اصلا بدون صدر اعظم اداره کنند. رواست ما کنار بیستیم و دیگران برای ملک و ملک و مملکت ما تصمیم بگیرند؟ حضرت والا، بهتر نیست این قائله شازده ارسلان میرزا؟ زنده باد حضرت والا. با این بی تدبیری که مرتکب شدیم نه مراد حاصل شد و نه حضرت والا التفاتی به سخنان ما کردن. با این گفتگوهای بی حاصل فقط جایگاه جناب کاووس مستحکم تر شد. کاش سکوت کرده بودیم. آقایان، عرض نکردم؟ این پریشانی حضرت والا را بیدماغ کرد. فرمودن تا وقتی اعضای انجمن که حلقه اول وفاداری به دستگاهند خیال میکنند که حضرت والا التفاتی به مسائل مهم مملکت ندارند، بهتر از زبان به کام بگیرند. شما واقعا اینطور فکر میکنید؟ حضرت والا مراقب نیستند؟ شما علی کاووس خان، پیش از ترک جلسه کاغذی از من دریافت میکنید که حکم ماموریت برای فوج شماست. بله قربان. اگر از عهده‌اش برآمدید که گستاخی امروز شما نزد حضرت والا فراموش میشود. چشم کاووس خان. حضرت والا با چشمانی تیزبین مثل عقاب همه احوالات سیاسی مملکت رو رصد میکنند. به فرموده ایشون بر کناری اتابک اعظم فی نفسه نه به نفع ماست نه به ضرر ما، اما بیخبری به هر اندازه هم که باشه شایسته دستگاه حضرت والا نیست. شما از طریق گماشتگان در سفارتخانه ها اطلاع حاصل کنید
موضع دولت روسیه تزاری در قبال این تصمیم شاه چیه؟ از موضع دولت انگلیس شخص حضرت والا از طریق وزیر مختار مطلع میشه. چشم گودرز خان. من بعد حتی اگر به چشم خودتون دیدید تمام دارالخلافه در آتش قهر و غضب حضرت والا میسوزه، به جز تایید و تحسین عکس العملی نداشته باشید. هر صدایی که به مخالفت با حضرت والا بلند شه، به بریدن گلوی صاحب صدا حکم کرده. فهمیدید آقایان؟ زنده باد حضرت والا. مرخصید. مونسم به خودتون ببرین. آخه اینجا بمونیم چیکار؟ خانم بذارید طفلیا بیان. فکری میشن. چه غلطی کردی؟ تو شاید اسمت هم سنگ اسم جواهر باشه مروارید. رسمت ولی مثل رسم جواهر نیست. قدت هر وقت قد جواهر شد اون وقت غلط اضافی بکن. سر خود و بی خود حرف بزن. طفلیا؟ به خانمای خودت میگی طفلی؟ غلط کردم خانم. البته که غلط کردی. میرم پیش طبیب برای بابا شازدتون. بی‌طاقتی نکنید. انیس. بریم. خانم، خانم. لال بمونی تو یکی که هر وقت اینطوری میگی خانم خانم نبزم تون میشه. عمو مشتی همراه با خانم فخرالزمان برگشتن. خب به سلامت. تو چرا پریشونی؟ عزیز دل چیه این حال و وضع؟ مهری روسیه شدم. روسیه شدم مهری. چی شده مشتی؟ نپرس مهبان، نپرس. چه شده عروس؟ خانم معرکه گرفتی؟ چرا امروز هر کی از در میاد تو آشفته است؟ خانم شما از داخل انبار خبر دارید؟ شما رو به خدا بگید ارسلان زنده است. خوددار باش عروس. تو قرار نبود بمونی خونه برادرت؟ چه شد که برگشتی؟ کاش قلم پامو شکسته بودی. کاش رخصت نمیدادیم برم. خانم شما رو به خدا یه کاری بکنید. نذارید بچم نیومده بی پدر بشه. نکنه. نگو که توی معرکه دیشبم تو آدم برده بودی پشت حصار محبس؟ عمو مشتی؟ رفتم مانه بشم. نشد. دیر رسیدم بانو. دیر. گم شید. دور شید. زود. همه. زود. وقتی حرف از قدم نحسی میزدم با ارسلان خیال میکرد مهرم از جا جنبیده دارم حسادت میکنم به دلبرش. حالا کجاست ارسلان؟ کجاست که ببینه حقیقت بود حسادت نبود؟ نحسی شاه خودم داره دختر شالچی؟ خودت بگو. پات که از در امارت گذشت و رفتی خبرهای خوب یکی یکی از راه رسید. طبیب پیغام داد که از شخص شاه دستخط گرفته برای خلاصی ارسلان. میفهمی؟ طبیب الاطبای غریبه از شخص شاه واسطه شد بین من و شاه همخون. تو چی؟ با کدوم بی پدر و مادری مشورت کردی که این فتنه بپا شد؟ بی خبر بودم از نامه. بیچاره بودم. محبس شاه قاجار حجره برادرت نیست که بی سر و صاحب باشه. این چه مصیبتی بود که دامنگیر کردی؟ شما رو به خدا دست از سرم بردارید. پیش چشمم تفنگ انداختن به پدر طفلم.
میگم شاه حکم داده بود. سربازای همون شاه یه سنگشو به سینه میزنی تفنگ انداختن. پیش چشمم تفنگ انداختن، رنگش پرید. چشمش دوخته شد به ناکجا. شاه اگر شاه بوده هم خون افسلان اینقدر خفت میدید. سربازش به افسلان تفنگ مینداخت. برو دخیل ببند به امامزاده صالح فخرالزمان. برو شم روشن کن تو سقاخونه خدا بندلو. برو متوسل شو به هر معصومی که میشناسی که اصلا طوریش نشده باشه، که به خدا اگر شده باشه تا زنده ای هر جا اسم افسر رو میشنوی باید نماز وحشت بکنی. کاری میکنم که توی همین دنیا برزخت بشه افسر، دوزخت هم بشه افسر. مروارید خانوم، یه کاری بکنید خانوم. رفتن به این خلاصی بازی من نصیبمون شد. باید به صراحت اقرار کنی به فرار. با خط خوش بنویس که ارسلان فرزند بهادر تو نیستی. بنویس. هرچی شما بگید من هم هستم. دیگه نمیدونم که هستم. دیگه سرباز یارانی نیست. بسیار خوب. پس نمیدونی کی هستی؟ این درسته. نوشتم. اقرار کردم. هرچی گفتید نوشتم. هرچی بگید نوشتم. یادته گفتم شازده آخر کار میفهمی من کی هستم؟ یادته؟ الوعد و وفا شازده، الوعد و وفا. همینجا خلاصت میکنم. به همه هم ابلاغ میکنیم که این فرار پشت شدی. این سربازای خائن و کثیف از پشت سر تیر خوردی. هیچ مردی هم پیدا نمیشه توف به قبرت بندازه شازده. این سزای فرار از محبس یاور شریف. اینه مادر نزاییده کسی از حبس من به حصار برسه، چه برسه به فرار. تو چه به حصار رسیدی شازده؟ همون موقع مردی، همون موقع. غیر از آزادی هر وصیت یا خواسته دیگه که داشته باشی خودم مکلف میشم که انجام میدم. بگو. خسته شدم، خستم. نشنیدم. بلندتر. تمام شدم. تمام کن. تمام شدم. مرحبا.
مرحبا به دل بریدنت از این دنیا. هتل عیب که یه همچین مردی باید با دنیا ودا کنه. وقت یه مش سرباز بی آر و بی خاصیت من مف مف میچرن و نفس میکشن. تموم شد جوان رعنا، برو به سلامت. خدا عاقبت تو بخیر کنه آقا. خدا نگهدار. ممنونم، خدا حافظ. با این همه معرفتی که شما از عشق داشتید چطور ملتفت عشق من به دودان برادرم نیستید؟ با این حالی که من دارم روا بود این همه تأخیر؟ ملتفت هستم بانو، ملتفت هستم. از سایه با این حکم عازم محبس می شوم. حکم؟ شاه که دستخط نوشت از کاتب خلوت خواستم نسخه علاهده بده جهت اطمینان با مهر صدر اعظم و طغرای اعلی حضرت. شما تشریف ببرید منزل، منتظر باشید. ید بیضا کن طبیب، یه مسیح شهر سلون منو زنده برگردون پیش من، پیش باقی روی گفتن ندارم. اما من افسر ملوک طاقتم تاق شد. عیالش، اولاداش، حتی کلفت و نوکر هم تا به شنیدن خبر ناخوش ندارن. عشق بدون امتحان که عشق نیست. عیار عشق در مصیبته که معین میشه. خوش به حال ارسلان میرزا. مرحبا به تو دردان خواهر. برو برو خاطر جمع باش. برو افسر الملوک. چطوری یاور؟ توی رنگ راز؟ چشممو باز نمی کنی؟ نقدن چشم یاور باید بسته باشه، چشم رنگ راز باز. این پسر شازده ارسلان زنده است؟ زنده است، ولی به لطف کاغذ حضرت والا. یقیناً اگر مهر انگشتری مبارک حضرت والا پای کاغذ نبود، حتی قبل از شرفیابی مغز شازده الان زینت سنگفرش سیاهچال میشد. که البته در برگشت کار نیمه تمام و تمام میکنم. حضرت والا از تندروی در این فقره زیاد خوشنود نیست، میدونستی؟ من بی کم و کاست فرمان اجرا کردم. سرسختی در برابر حکم شاهنشاه جزء اوامر حضرت والا نبود. بود؟ رنگرز، روزی که من وارد این دستگاه شدم خلقیات خودم رو تشریح کردم، هم برای تو هم حضرت والا مقبول افتاد. الان
صدای اعضای انجمن به اعتراض و طعنه بلند شده. اعضای انجمن پشیزی برای من ارزش ندارن رنگرز. التزام من فقط و فقط حضرت والاست ولا غیر. دیدی که ملفوفه شاه هم تأثیری در اجرای فرمان حضرت والا نداشت. فرمان اجرا شده رنگرز. اجرا شده. سلطان مراد شریفی، مشهور به یاور شریفی، مستنطق دوسیه ارسلان میرزا. ساقدوش، مرخصی؟ بله؟ کری؟ گفتم مرخصی، لازم نیست چشمندو باز کنیم. قربان، من اطاعت امر کردم. با این حال اگه قرار خونم ریخته بشه، رواست با چشم باز باشه. زنده باد حضرت والا. شما ایدالی جناب. اراده کردیم شخصا گزارش دوسیه یه شازده ارسلان رو بشنویم. بله قربان، به روی چشم. امر کرده بودیم کاری کنید که خودش رو انکار کنه، همونطور پدرش بهادر میرزا. اوامر ما انجام شد، پسر پدر رو انکار کرد. بله قربان، چنان با ترفندهای خاص این حقیر شازده مذکور خفت کشید و ذلت دید که نه تنها پدرش بهادر میرزا رو انکار کرد، بلکه مادرش رو زن رخشوری نامید که با کلفتی و رخشوری بزرگش کرده. پس بالاخره پسر پدر رو انکار کرد، هم با زبان هم با قلب. بشمارید قربان، در هفت جای مختلف مکتوب کرده که با بهادر میرزا هیچ نسبتی نداره و کلن ابراز براحت کرده. مرحبا یاور شریف. مرحبا. بریم جناب یاور، باقی عوامه رو بنده ابلاغ میکنم. انکار کرد، بالاخره انکار کرد. اقرارنامه پسرت خوب نگاه کن، نوشته من پسر بهادر نیستم. انکارت کرده. من مادرم رو انکار نکردم، اما پسرت ولی تو رو انکار کرد. انکار کرد. خوبید آقا؟ براتون شربت آوردم. خوبم جواهر، بهترم امروز، بهترم بعد از این بطل فتو. آخه با ابو بهادر عزیزم خلوت کرده بودم. نترس، مجنون نشده حضرت بالای تو. بیار جواهر، بیار نوش جان کنم.
چه گوارا شربتی است بعد از این سفرمندی. خواسته که از دست جواهر درخشان بارگاهمون باشه. جواهر؟ در مقابل کوه نور این شانه ها و دریای نور چشمان شما، جواهر خرمهره بیش نیست. اما بفرمایید بدونم چه چیزی باعث این شادی زاید الوصف شده که این کمینه از اون بیخبره؟ انکار کرده جواهر. پسر بهادر خودش رو انکار کرده. شازده ارسلان؟ شازده نیست که. گفته من شازده نیستم. گفته پسر بهادر نیستم. نوش آقای من، نوش. اما انکار موش در محبس شیر خیلی غریب و بعید نیست. مرحبا جواهر. برای همین قدم اول انکار بود. حالا باید قدم بعدی رو محکم‌تر برداشت. قدم بعدی؟ آواره کردن اولاد بهادر. خلقی باید از خنده اشک بریزن به احوال اولادش. سیمون؟ سیمون. و قدم سوم؟ میدونی چرا تو با زنهای دیگه این همه توفیر داری؟ دارم آقای من. داری؟ حریصی به انتقام. سیر نمیشی از نبرد. مشتاقی به خاری دشمن. نفرمودید. قدم سوم کور کردن شجره. قطع نسل بهادر میرزای قوانلو. چه بله سرت بردنش بس؟ سلام سلطان مراد. توی رنگ راست؟ از که اینجایی؟ خیلی پیش از این که این بارون قسلم بده. سگ از شستن نجستر میشه رنگ راست. سگ و قسل؟ زهر ما. شیر شدی جلو امارت خودت؟ آرت میاد احترام کنی به دست راست حضرت والا؟ اسم صاحبتو آوردی؟ انگار رحمت خدام داره بم میاد. بردار اون نقاب مسخره تو.
بیا جلو انت. چطوری رفیق قدیمی؟ تو خوب سرجوخه ای میشدی نالایه. چرا ترک خدمت کردی؟ سرجوخه؟ اگه مونده بودم اقلش دست راست نظم و دوله میشد. مردک متملق بعیدم نیست، برای مصافحه و احوال پرسی که نیومدی. بگو ببینم صاحبت چی گفته. حضرت والا سه حکم کردن که بی گفتگو باید گردن بزن. اگه گردن نذارم؟ شکستن همچین گردنی به مجوز و کسب تکلیف احتیاج نداره. تو که میدونی بودرز کیه، چرا چند و چون میکنی؟ بگو. اول صلاح نیست یه چند وقتی تو دارالخلافه خدمت کنی؟ صلاح نیست؟ اصلا صلاح نیست. دوم 200 سکه طلا، 5000 تومان پول کاغذی، هزینه سفر و اقامت در شهر مقصد. شهر مقصد کجاست؟ هر چیزی رو که باید بدونی تو این نامه برات تحریر شده. سوم چی؟ سوم این چه کاریه رفیق؟ در دستگاه حضرت والا نه چرایی هست نه توضیحی. خدا نگهدار برادر. به گردون تیر ابری بامدادان بر شد از دریا، جواهر خیز و گوهر ریز و گوهر بیز و گوهر زا، حجیر بیشه امکان نهنگ لجه ایمان، علی ایزد منان علی عالی علا، دلش از ما سوای حق گزیده عزلت عنقا، نظام عالم اکبر قوام شرع پیغمبر، فروغ دیده حیدر سرور سینه زهرا، امام صامل زامن حریم اشجون حرم آمن، زمین از حرم او ساکن سپهر از عزم او گویا. حسن جمال محمد صلوات الله علیه و آله. بفرمایید. مشرف بفرمایید. 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 چانسه ایمم کجایی؟ پس چرا نپوشیدی؟ من مشتی مستعصر شده که میزبان در مجلس حضور نداره. میهمان داریم ارسلان، این چه حال و روزیه عزیز دل من؟ رها کن فخری،
رها کن. افسران ملوک ترتیبی مرتب کردن که حفظ آبرو بشه، سپردن در تمام شهر چوب بندازن که شما بی خبر رفتی پابوس امام رضا. الان هم اومدن دستبوسی مشهدی ارسلان قواندو. اینم سوغات زائر که ترتیب دیدم برای مهمانای امشب. پاشو ارسلان. مشهد نبودم و من محبس بودم. محبسی مخوف. میدونم عمر فخری، افسر فکر آینده است. روزی که سر پا بشی، روزی که دشمنات به زانو در بیان، به این فکری که خوب نیست که بگن حبس بودی. میگه شاید خواستی لقبی بگیری، وگرنه خودت هم خوب میدونی فخر و زمان راضی نیست به عروسک خیمه شب بازی بودن. سرباز و لقب؟ ایداد، ایداد از تو ارسلان. به خدا این رخت سربازی رخت آری است. تمومش کن جان فخری. در مجلس همه منتظر حضور شازده منن. بیتابم بعد از مدت ها اربابشون رو ببینن. کدوم شازده؟ کدوم ارباب؟ همه میدونن من حبس بودم. حتی اونایی هم که میدونن حبس بودی ناچار به باور حکایت افسرن. تموم کن این قائله رو. برو به همه بگو سالک طریقت، جوینده حقیقت، شازده ارسلان قاجار مرد. برو بگو مرد خوبی بود ولی مرد. چنان ذلیلم کردن که خودم رو انکار کردم، پدرم رو انکار کردم، رفتم تقاص خونه رجب علی رو بگیرم. کاری کردن که صد بار نوشتم، نه من شازدم، نه نوکری به اسم رجب علی دارم. شکستم دادم پشتم رو به خاک مالیدم. خدا نکنه روزه روزش که برسه پشتشون رو به خاک میمالی. کاش پشتم رو به خاک مالیده بودم. پشتم رو شکستم. من این حرفا سرم نمیشه. برای دل من، به خاطر این طفلی که به شکم میکشم، یه امشب رو باید تلخی نکنی. من هنوز با حاتم ارسلان. سر میدم که پات نلنگه. تو چی؟ حاضری این پای لنگه تو چند قدم راه ببری تا من سرم بالا باشه؟ سلامتی شازده زائر، فخر غائب و حاضر، مقیم کرامتخانه حبیب، مرید امام رضای قریب، شازده شاهزاده ها، جناب ارسلان میرزا، صلوات محمدی ختم کنیم. بنشینم به وبا خانه یره، به خراسان شوم انشاءالله، به خراسان شوم انشاءالله، بر سر روزه معصوم رضا شب رضوان شوم انشاءالله، شب رضوان شوم انشاءالله، بر سر روزه معصوم رضا شب رضوان شوم انشاءالله.
انشاءالله به خراسان شمم انشاءالله انشاءالله به خراسان شمم انشاءالله انشاءالله بر سر روزه معصوم رضا شب رضوان شوم انشاءالله انشاءالله شب رضوان شوم انشاءالله انشاءالله بر سر روزه معصوم رضا شب رضوان شوم انشاءالله ببخشید خانم بگوام یه عرض مختصری داشتم راستش چطوری بگم امر خیریه الان الان وقت مبارکیه بله بگو امو خواستم بگم حالا که شازدمون به میمنت و مبارک و سلامتی برگشته امارت حالا که این امارت غرق شادی و سروره حالا که بزرگان همه جمعن اگه شما اجازه بدین چی کار داره مشتی و فخر و زمان؟ من چه میدونم خاله مهری حتما داره سیاهی خریدش رو میگه پول بگیره میگفت قد یه عروسی خرج ولیمه شده خوشم نمیاد انقدر مرد اهل حساب کتاب باشه خب شغل هم مشتی همینه دیگه شغل مشتی تا اونجایی که من میدونم زبون بازیه بعدش که از اون فارغ شد میره سراغ پشت اماندازی خاله مهری بیا بریم پدر آمرزیده شغل همون مشتی همینه دیگه بیا بریم